عید فطر اونطوری که از مجموع آثار و بیانات صادره از بزرگان دین استفاده می شود، یکی از مهمترین خصوصیاتش این است که عید امت واحده است. الذی جعلته للمسلمین عیدا، عید همه مسلمانان است. این معنایش نگاه امت ساز دین مقدس اسلام و تعالیم پیامبر بزرگوار است. بسیاری از تعالیم اسلامی را که انسان مشاهده می کند نشانه های تلاش برای ایجاد امت واحده در آنها محسوس است. امروز امت اسلامی متفرق است، نه به معنای تفرق نهله های مسلمان که این یک امر طبیعی است، منافاتی هم با تشکیل امت واحده ندارد. عقاید مختلف، نظرات گوناگون در زمینه مسائل اصولی و فروعی میتواند باشد، در این حال امت واحده هم باشد. اونچه امروز آحاد مسلمانان را از یکدیگر جدا کرده است سیاست هاست، انگیزه های سیاسی است، انگیزه های قدرت طلبانه است. کشورهای مسلمان می توانند از این انگیزه ها عبور کنند. این بر عهده نخبگان سیاسی و قدرتمندان و دارندگان مناصب حکومتی در کشورهای اسلامی است. اگر این بشود، به معنای حقیقی کلمه یک قدرتی به وجود خواهد آمد که از همه قدرت‌های متجاوز و مستکبر برتر و فراتر خواهد بود. اگر این بشود، کسی به یک کشور اسلامی نخواهد توانست زور بگوید، هیچ قدرتی نخواهد توانست از کشورهای اسلامی و از دولتهای مسلمان باج به طلبد. اگر با هم باشیم، اگر موارد مشترکمون رو مورد توجه قرار بدیم و روی اون متمرکز بشیم، اگر قدرت طلبی ها، خودخواهی ها، وابستگی ها، فساد ها ما را از هم جدا نکند، قدرتی متشکل خواهد شد که خواهد توانست از حقوق و حوائج آحاد 1.5 میلیارد مسلمان دفاع کند و حمایت کند، که امروز چنین چیزی متاسفانه نیست.